کتزیاس زمان درازی رو در پارس گذروند و با دیدگاه پارسی ها درباره خودشون و گذشتهشون آشنا شد. به پندار من نوشتار کتزیاس بی همتاست، زیرا یاد پارسی های فرهیخته و برگزیده دربار رو زنده نگه می‌داره. بیگمان اون این داستان‌ها رو به پسند یونانی نگارش کرده بود. ویژگی این نوشتار توی اونه که یه یونانی تاریخ پارس رو از دید خود پارسی ها بازگو کرده، اما بدبختانه کتاب کتزیاس از میان رفته. من روی نوشتاری کار کردم که دیگه وجود نداره. امروز کتاب هرودوت که در سده دوم پیش از زادروز مسیح نوشته شده وجود داره، چرا که کتاب اون در یونان باستان هواداران بیشماری داشت. پسران دانش آموز با دستخط خودشون رو بازنویسی میکردن و ویراش های بسیاری از اون بر جای مونده که برخی کم و کاست دارن. با کنار هم گذاشتن اونا میشه به یک چاپ بی کم و کاست از کتاب هرودوت دست پیدا کرد. کتاب کتزیاس در اندازه با کتاب هرودوت برابری می‌کرده و از این بسیار بزرگتر بوده. تاریخ کتزیاس 23 کتاب، اما تاریخ هرودوت 9 کتاب بوده. کتاب کتزیاس به این بزرگی بوده. کتاب تاریخ پارس او سترگ بوده و بزرگی اون به اندازه کتاب‌های ایلیاد و اودیسه بوده و در دوران باستان دوستدارای زیادی داشته. نویسنده های بسیاری از کتاب کتزیاس گفتند و بخش های از اون رو دوباره نگاشتند. پلوتارک هنگام نگارش تاریخ خودش از سرداری یونانی نام میبره که در دربار پارس بوده و میگه که این سرباز چنان کرد و من این را میدانم چون در کتاب کتزیاس آمده است. و بعد بخشی از کتاب رو بازگو میکنه. و یا یکی دیگه که میگه من به شما پیشنهاد میکنم 6 جلد از کتاب خوب تاریخ پارس کتزیاس را بخوانید. خوشبختانه ما هنوز اشاره هایی به کتاب کتزیاس رو توی کتاب های دیگه میبینیم، هرچند که خود کتاب نبود شده. آخرین ویرایش اون در سده 10 پس از زادروز مسیح ناپدید شده. چرا؟ نمیدونیم. این یه رخداد تاریخیه. گاهی نوشته بلندی رو میبینید که از کتاب کتزیاس واژه به واژه آورده شده و این مانند اونه که کسی از روی بخشی از کتاب بازنویسی کرده باشه. گاهی چکیده ای از بخشهای اون به یاد مونده. دشواری توی اینه که اگر ما رویدادی رو از این پنجره ببینیم و بخوایم که اون رو بنویسیم، اون چه به یاد میمونه و یا خواستهای گوناگونی که از نگارشمون داشته باشیم، نوشته ما رو گزینشی میکنه و میتونه نادرست باشه. نوشته های دیگران هم از کتاب کتزیاس همین گونه است. ببینید، برای نمونه گزارشی که شما به دوستتون میدید با گزارشی که برای پلیس مینویسید یکسان نیست. هر نگارنده میتونه نادرست به یاد بیاره، نادرست و یا با خواستی ویژه بازگو بکنه. این دشواری ما با کتزیاست، اما میشه از این دشواری ها گذشت. اگر شما با تیزبینی بخشایی رو که در نوشته های دیگران بر جای مونده بازخوانی کنید، پی میبرید که این کتاب چگونه بوده. به باور من نوشته های کتزیاس جدای از نوشته های اون هنگام یونان بوده. واژه تاریخ در زبان یونانی برابر پرسجو کردنه. واژه تاریخ به زبان انگلیسی یک کاربرد داره و بنابراین ما به کتاب هرودوت از این دیدگاه نگاه میکنیم. اما در زبان فرانسه این واژه برابر واژگان تاریخ و داستان. But it can also just mean a story as well.
به پندار من واژه فرانسوی درباره این کتاب درست تره. به سخن دیگه این یه داستان بسیار درازیه که در اون هم تاریخ و هم داستان به کار گرفته شده. تاریخ کتیاس تا زمان درازی نگهداری شده بود و بسیاری از کتاب او بازگویی شده. من نوشته های 50 نویسنده رو گردآوری کردم که در زمان های گوناگون نوشته های کتیاس رو در کار خودشون به کار بردن. گاهی یک بخش دراز از کتاب اونو به کار بردن، چرا که از نگاه اونا زیبا نوشته شده بوده. نوشته های کتیاس تنها تاریخ خشک و خسته کننده نبوده، بلکه بسیار زنده و گیرا بوده. واژه یونانی که برای گزارش کتاب او به کار میره سرگرم کننده است. من در کتاب خودم گفتم که کتیاس نخستین داستان تاریخی رو نگاشته و در اون داستان و رخدادهای تاریخی به هم آمیختن. حالا چرا من درباره کتیاس نوشتم؟ من از وجود اون آگاهی داشتم، اما برگردان انگلیسی از کار او در دسترس نبود و من از نوشته های یونانی بهره می جستم. همه او رو با هرودوت می سنجیدن و کار او رو با دودلی نگاه می کردن. من هم همون جور نگاه می کردم تا اینکه فیلم آخرین پادشاه اسکاتلند رو دیدم. این فیلم درباره پزشکیه که در کشورهای بیگانه زندگی می کرده و پزشک بلند پایگان بوده و سپس به بازگویی اون تاریخ می پرداخته. من به یاد کتیاس افتادم. سپس داستان اون رو که جایلز فولدر نوشته خوندم. هرچه بیشتر خوندم پی بردم که کتیاس هم این گونه تاریخ نوشته. هنگامی که داستان تاریخی میخونیم و با اون پیش میریم، درباره زمان اون و جزئیات کم ارزش تاریخی پرسش نمی کنیم. یه داستان تاریخی خوب ما رو به جا و زمان رویداد برمی‌گردونه و ما در اون میتونیم از میان شخصیت‌های اون پهلوان‌ها و هم‌آوردهاشون رو شناسایی کنیم. اما رخدادهای راستین تاریخی نیز توی اون میان. من به شما پیشنهاد میکنم کتاب آخرین پادشاه اسکاتلند رو بخونید. این یک کتاب شورانگیز تاریخیه. داستانهاش در اوگاندای سالهای 1970 و دیکتاتوری ایدی امین رخ میده. کتاب داستان زندگی یک پزشک اسکاتلندی رو بازگو و وانمود میکنه که پزشک ویژه ایدی امین بوده. اما جارلز فودن بخشای خشک تاریخی رو بازگو نمیکنه. رخدادا رو زیرنویس نکرده و از برداشت‌های گوناگون نام نمیبره. اون تنها بخشی از تاریخ میگه که داستان پزشک هم به اون تنیده شده. به گمان من کتیاس هم همین کار رو کرده و برای نخستین بار یه داستان تاریخی مینویسه. دوستداران داستانهای تاریخی آگاهند که مرز میان افسانه و واقعیت بسیار باریکه و اونا آگاهانه به هم درآمیخته میشن و با اون بازی میشه. کسانی که از کتیاس خورده میگیرن این بخش از کار اونو نادیده میگیرن و نمیدونن که کجا واقعیت و افسانه به هم درآمیختن. کتیاس کتاب‌های بسیاری نوشته، اما بدبختانه همه اونا از میان رفته. اما به جز کتاب تاریخ پارس او، کتاب تاریخ هند هم بر جای مانده بوده. کتاب تاریخ هند اون داستان‌هایی از مردانی با سر سگ و مردانی که تنشون بر روی یک پای بزرگ بوده. روشنه که اینا راست نیستن و به سان داستان رابینسون کروزه هستن، اما کتاب تاریخ هند او هم هنگامی که در کنار کتاب تاریخ پارس گذاشته شه دلنشینه. یونانی ها هیچ گونه شناختی از هند نداشتن. کتیاس هند رو میشناخت، چرا که در دربار پارسی ها زندگی میکرد و هند همسایه ایران بود. بنابراین پارسی ها داستان ها و افسانه های هند رو برای کتیاس گفته و او اونا رو برای یونانی ها بازگو کرده. کتیاس نخستین کسیه که درباره اسب تکشاخ که از هند میومده سخن گفته. به پندار من کتیاس برداشت پارسی ها از یک افسانه هندی رو مینگاره. به همین خاطره که کتیاس مهم میشه.
او کسیه که آیین‌های پارسی رو پاس داشته و یونانی اروپایی ها رو در این باره آگاه کرده. بیشتر داستان‌های او درباره دربار پارسه، چون او در آنجا زندگی می‌کرده، جایی که اردشیر دوم و مادر بسیار نیرومند او پروشات و همسر اردشیر استاتیرا و شاهزاده‌ها و خواجه‌ها زندگی می‌کردند. جهانی که به سان داستان‌های هزار و یک شبه، اما نه داستان بلکه واقعی. جهان او دربار پارسه و او به بیرون از اون نگاه نمی کنه. کارهای سپاهی و کشورگشایی که در دوران پادشاهی اردشیر دوم رخ میده برای اون گیرا نیستن. برای نمونه جدایی مصر از امپراتوری در نوشته‌های اون دیده نمیشه. زبان دربار شاه پارسیه که او خوب میشناخته. بنابراین داستانهای او همه درباره دربارن. هنگامی که کتزیاس در پارس بوده، آغازی برای نگارش اینگونه داستانها به زبان عبری و یونانی بوده. برای نمونه یکی از داستانهای خوب تورات درباره استره. این داستان کم و بیش در سال 400 پیش از زادروز مسیح، هنگامی که کتزیاس در دربار پارس بوده، نوشته شده. داستان استر در دربار پارس رخ داده و توی اون از پروردگار یا یهوه اسمی برده نمیشه. یک داستان سکولاره که در قلب پارس و در دربار خشایارشا رخ میده. نگارنده های یهودی برخی داستان های مهم توراتو در بابل به زبان بابلی در 400 تا 300 پیش از زادروز مسیح نوشتن. در اون هنگام داستان های تاریخی درباری گسترش داشت.